یک بار برای همیشه پرونده ترمزهای های دوشخه رو تو ذهنتون ببندید تو این ویدیو قرار گام به گام تمام ترمزها رو بهتون بگم هم مذیعت هاشون هم فاجعه بار بودن یه سریاشون و همین که خیلی ساده ریگلاجشون کنید پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید سلام استان حسام هستم از ایچ بیکوان امروز تو این ویدیو قرار راجع به همگی ترموس ها صحبت کنیم از قدیمی ترین تا جدیدترین ترین از خطرناک ترین که موجب مرگ رایدر میشه و مطمئنا تا الان شده تا ایمن ترین و ساده ترین ترموز ها رو قرار بهتون بگیم خیلی ساده هم قرار گفته بشه در ابتدای کار میایم سراغ ترمز کاسه ای همونطور که این سیستم ترمز رو شما دارید میبینید سیستم عملکردش خیلی ساده است دوستان یه نکته رو من بهتون بگم اگر قراره ترموزی رو تعمیر کنید ریگلاش کنید باید یه درک صحیح از اون عملکرد اون ترمز داشته باشید و واسه چی الان شما میخواین این ترمز رو وا کنی کاسه ای رو پیرتم هم در میاد تا داخلش رو ببینید چه خبره سیستم عمل کرده چه جوریه تا بتونید تعمیرش بکنید من اینجا نمونه باز شده میخوام بهت نشون بدم ببین اون پیچ ما الان گذاشتم که دقیقا همین شکلی توپی های این مدل ترمزها دو طرف رزوه هستش یعنی هم اون طرف رزوه داره که خود رو سوار میشه هم این طرف این کاسه روش سوار شده توی دو دیسکی قدیمی هم دو طرف رزوه ما داریم ولی اینجا دیسک سوار میشه این کاسه که شما اینجا دارید میبینید دور تا دورش یه دونه لنته خب شما وقتی که اون سیم این لنت رو داره میشه اخونه این لنت جمع میشه دارید کامل میبینید یعنی عرصه رو برای این کاسه تنگ میکنه و عمل ترمزگیری رو انجام میده خیلی ساده است سیستم ترمز و این قسمتی که شما دارید میبینید این اهرم این اهرم نگهدارنده این سیم هست که این دو چرخه رو وقتی که شما ترمز میگیرید سیم رو جمع میکنه توی این سیستم شما کافی این پیچ ریگلاژ رو کمی سفتش بکنید به بیرون هدایتش بکنید عمل ترمزگیریتون قوی تر میشه و اصطلاع ترمزتون میخته میشه این ترمز ها مرگ نداشتن یعنی هر کی این ترمز رو داشت مثل این دو شرخه. خب بالای 20 سال کار میکرد و هیچ مشکلی براشون پیش نمیومد فقط تنها ضعفش این بود که شما اگه پنچر میکردی یا میخواستی تویوب رو عوض کنی پیر در میومد تا این همه دم و دستگاه رو وا میکردی که دسترسی به تویوب و لاستیکت داشته باشی ولی دیگه از مود افتاده و ترمز های خیلی بهتری اومدن دوستان ترمز بعدی ترمزهای های و ترمزهای های فکی اگه دو شاخه بچگون آوردن دیگه به ذات من در همین حده این دو شخ... این ها رو, رو روی دو های قدیمی مال عهد هم میذاشتن ولی خب دیگه چون واقعا من این دو ها رو کار نمیکنم و به ندرت تو بازار دو شاخه بچگونه رو من اینجا آوردم این مدل ترمزی که شما دارید اینجا میبینید عملکردش رو خیلی ساده دقت کنید کل این ترمز روی یک پیچ سواره به خاطر همین گاهن پیش میاد که یک فک ثابت باشه یک فک متحرک اگر میخواد دوتا فکشون متحرک باشه باید این پیچ پشتش رو شل کنید و این فنه رو کمی به سمت وسط تمایلش برید بعد ترمز بگیرید خب اگر هم ترمزتون حس میکنید که شل شده با این پیچ های ریگلش البته این پیچ ریگلش این نیست با این پیچ های که به خیلی ساده ترمزتون میخ میشه و اصطلاح خودمون بهش میگن تی کافی میشه دیگه تمام ترمزها و سیستم های دنده دوستان این پیچ ریگلاژ دارن در ابتدای کار خودتون با این پیچ ور برید اگه نتونستید میخش کنید یا تعمیرش کنید برید دو چرخ سازی سیستم تعمیر این هم هیچ کاری واقعا نداره این ترمزه که ساده ترین مدل ترمز هست که دقت کنید با این فنری که این پشت دو تا قلابش اینجاست یه فنر تخت که مکانیزمش این وسط قرار گرفته و دو تا فک رو داره باز میکنه فوق العاده ترمزای داغونی هم بودن واسه بچه هاتون هم از این ترمزا نخرید چون اینقدر دست ترمز رو سفت میکنه که دست بچه هاتون جون نداره که این ترمزها رو بگیره بهترین گزینه واسه دو چرخ های بچه ترمز ویبریکه حالا بریم تا ادامه ویدیو دوستان توماس نله اسبی که به شما نشون دادم با توماس های فک جدید کاملا داستانش متمایزه ها یعنی این توموزی که الان من به شما نشون دادم یکی از بی ترین مدل توماس ولی اون یکی از با کیفیت مدل توماس که روز شاخه های کرسی حتی دارن نصب میکنن و میشه گفتش که برابری میکنه حتی بهتر از توموز های دیسکی روز دنیا هم هستن سیستم عمل کرده اونا با اینا کاملا متفاوته خب دوستان رسیدیم به ترمزهای ویبریک ولی میدونستید که به غیر از این ترمز ویبریک ما مدل های قدیمی هم داشتیم یه نمونه ترمز ویبریک های قدیمی هست که واقعا منجر به مرگ رایدر میشد انقدر اینا خطرناک بود و همچنان دارن میبینن که روی سر دوچرخه روز دنیا دارن نصب میکنن با یه عمل کرده متفاوت همون چیزی که داخل تصویر دارید مشاهده میکنید ولی دوچرخه های قدیمی که داخل بازار ایران ما پیدا میکنیم اون عمل متفاوت رو ندارن یعنی نمیان که با پیش وست کنن زیر این قسمت سیم که این سیم خدای نکرده وقتی که پاره میشه سیم زیری میاد روی لاستیک مخصوصا این که روی دوشاخ جلو نصب شه این فاجعه بار میشه اون سیم بالایی اگه قد شه سیم وی شکل پایینی میاد میچسه به لاستیک و رایدر کله میکنه دیدم عینا که چونه یه طرف رو آسفالت از بین رفته بود و خیلی حادثه سازه به هیچ عنوان سمت اون مدل ترمز های ویبریک قدیمی نرید ترمز های ویبریکی که الان شما دارید میبینید این مدل ترمز ها رو به جرئت میتونم بگم که یکی از بهترین و بروزترین ترمز های روز دنیا حالا تفاوتی نداره که برندش شی باشه برند میخواد تکترو باشه برند میخواد شیمانو باشه میخواد پرومکس باشه توی ست ترمزها طبیعتا هرچی برندش بالاتر باشه دیور باشه و ست ترمز های باشه خب طبیعتا کیفیت میره بالا ولی عمل کرده یکیه شما این قسمت رو که اینجا دارید می... ما اینجا یه دونه پایه آلومینیومی داریم یه دونه پایه آلومینیومی این قسمت داریم خب و خود لقمه اینجا یه دونه خمی داریم یعنی عمل کرده ترمز دقیقاً همینه خیلی ساده است دوستان این قسمتی که شما دارید اینجا میرید توی هر طرف ما دو تا فنر داریم اینا. این فنریه که این ترمز رو حل میده الان دقت کنید یک فک بازی میکنه یک فک بازی نمیکنه چرا چون یک طرف از فنرها خلاص شده چی قدرت این فنر رو تضمین میکنه این پیچی که شما دارید این پشت بینید با تنظیم کردن این پیچ چون هر دو سمت فنر داره خب شما قدرت فنرها رو تنظیم میکنید که اگر یک طرف زیادی شل باشه یک طرف زیادی صفر باشه قدرت فنر اون سمت بیشتر میشه و اجازه بازی به این سمت نمیده الان دقت کنید هر دو فکش دارن بازی میکنن و عملا که توقه صفره سیستمش کاری نداره یعنی اگر شما دیدید که ترمزتون میخ نیست با این قسمت پیچ ریگلاژی که اینجا براشون تهیه کردم میتونید کمی ترمزتون رو میخ کنید اگه دیدید که این دیگه به بینهایت رسید یه دونه آلن 5 یا آچار ده این قسمت میخوره اینو شل کنید سیم رو بکشید بارها و بارها گفتم سیم رو کمی بکشید ولی باز فضای بازی براش بذارید دوستان و این پیچ رو دوباره صفر کنید هیچ چیز خاصی این ترمز نداره ولی حواستون باشه داخل خرید یه سری از ترمزها هستن که داخل این بازار داره فروخته میشه مثل این ترمزها این هم ترمز ویبریکه خب ولی دقت کرده باشید این پایه اینجاش پلاستیکه ولی پایه اینجا فلزه دوستان من نمیگم که این ترمزها بی کیفیتن <تص> اگه قرار باشه که نسبت به یه سری از ترمزهای های داخل بازار قیاس کنیم اینا شرف دارن به خدا به اونا ولی خب طول عمر اینا به مراتب کمتره چون پای پلاستیک عمدتا میشکنه و شما مجبور میشه کل ترمز رو عوض کنید بهترین مدل ها ترمز ویبریک پایه فلزی است حالا توی هر برندی که میخواد باشه طبیعتاً هرچی کیفیت اون برند بیشتر باشه قیمتش بیشتر میشه و کاراییش متفاوت میشه واسه شما طول عمر بیشتری به شما میده پس چی شد یکی از بهترین انتخاب ها رو ترمزاتون واقعا ترمز ویبریکه اگه جای روی دو چرخه دیدید نگی آقا این لغمه است من دیسکی میخوام به خدا که این شرف داره به یه سری از این دیسکی هایی که داخل بازاره که پایان ویدیو به دیسکی هم برسیم اونان هم بهت میدونیم به بحثی که خیلی ها دوستش دارن ترمزای دیسکی و ازش یه قولی تو ذهنتون ساختید که فکر میکنید که الان این ترمز داشته باشه دیگه تو جاده خدایی میکنید نه آقا این خبر نیست ترمز دیسکی هم ضعف خودشون رو دارن قدم اولی که من میخوام به شما نشون بدم ترمز دیسکی مکانیکی هست همینجا که اینجا دارید میبینید آقا این ترمز به سیم وصله ترمزهایی که با سیم وصلن به کالیپر به این ترمزها میگن ترمز دیسکی مکانیکی یک بار برای همیشه اونایی که توی این سیمشون مجرای روغنی دارن خب اونا داستانش متفاوته کالیپرشون کلا بهشون میگن هیدرولیکی که تو چند دستن که به اون بحثا برسیم کامل براتون باز میکنم بریم راجع به سرویس نگهداری این ترمزها این ترمزها حرف ندارن. خب یعنی دوستانی که میخوان با دوشقه سفر برن یا هر کار دیگه بکنن تو جاده ها میخوان باش باشن این تو ها آخ نمیگن خب یه بدی دارن و چندین خوبی چندین خوبیش اینه که عموما اینه که شما سیم پاره کنی خب یه سیم گرک داشته باشه خودت میتونی تعمیرش کنی یا یعنی اینکه بخواد فنر بشکنی هر اتفاقی واسه این ترمز بیفته تا یه حدی خود از پس خودت تو جاده برمیای خب که توی دوست دیسک هیدرولیکی این اتفاق نمیفته تو این قسمتی که شما دارید اینجا میبینید دوستان ما اینجا یه دونه پیچ ریگلاژ داریم شما با این پیچ ریگلاژ خیلی ساده میتونید اموزت رو میخونید در حد کله کردن یا اصطلاحا تیک آف زدن یه دونه این قسمت شما پیچ ریگلاژ داری یه دونه این قسمت ما این پشتش یه دونه آلن پنج داریم خب که وقتی که این رو شما بچرخونید دقت کنید دوستان وقتی که بچرخونید فاصله لنت تا دیسک تنظیم میشه به همین سادگی وقتی که شما داری این حرکت رو میزنی دیسک رو میاد وسط قرار میگیره اگر احیانا دیدی که ترمزت این شکلی دو شرخت گیر بود و به سختی داشت رکاب میخورد خیلی ساده است تنظیم کردن کالیپر این دوتا پیچ رو شل می دو دوتا پیچ پایه نگه روی تنه این دوتا پیچ رو شل میکنی ترمز رو نگه میداری سفت که خودش فیکس بشه روی دیسک بعد شما این دوتا پیچ رو دوباره سفتش میکنید خیلی ساده تر از چیزی که فکرشو بکنید ولی همین تو های دیسکی که شما داخل بازار دارید میبینید بهتون گفتم ازش قول ساختید بذارید یه نمونهشو بهتون نشون بده اینا فاجعه اینها فاجعه ترمز حتی اگه میخواد دیسکی مکانیکی باشه دوستان سعی کنید برندشو تهیه کنید چرا من قم میزنم تو سر خودم میگم برید برند بخرید به خدا دو چرخه فقط دو لاستیک و توق و تنه نیست دوچرخه کلی لوازم داره که یکیش خراب بشه میتونید دوچرخه رو زهر شما بکنه اینی که شما دارید اینجا میبینید یه طول عمری داره وقتی شما مکانیزم این فنری که داخلش هست خیلی اوقات کیفیت این فنر رو به چالش کشیدن و ضعیفش کردن شما چهار بار ترمز فنر خورد میشه دوستان معایب این ترمز های دیسک مکانیکی هم بهتون بگم دقت کنید یک فک ثابت و یک فک متحرکه که البته یه سر دوستان گفتن تو دنیا مثل اینکه که دو فک متحرکش هم اومده که البته من اینجا چیز نیدم فکر کنم تا وارد مملکت ما بشه حالا حالا طول بکشه. این بحثشه که شما خیلی ساده میتونید به خاطر این فک متحرک بودن این پیچ پشت رو تنظیم کنید دقت کنید الان لنت دومی رو داره میکشه جلو دیدید چقدر فاصله رو کم کرد با این میشه فاصله رو بیشتر کرد این پیچ برای موقعی که خوردگی لنت ها به حدی رسیده باشه که لنت صاف صاف باشه و فرنو نمیخوای هزینه کنی این پیچ رو کمی میچرخونی و دوباره به ترمز ادامه میدی تا خودتو بیاد شخص از چیز برسه لنت رو تعویز کنی تعویز لنت ها هم تو ترمز های حرفه ای که عموما لنت خاکندازی استفاده میکنن خیلی ساده است این خاری که شما اینجا داری میبینی این خار رو آقا باز میکنی این لنت ها از اینجا کشوی در میاد لنت جدید رو میذاری که این سیستمش هم با دو تا فنر داره هدایت میشه دیگه واقعا حوصله نداشتم اینو باز کنم براتون اگه بهتون نشون میدارم سیستم عملکردی ساعت از چیزی که شما فکرشو میکنید رسیدیم به بحث شیرین و مورد علاقه خیلی از دوستان ترمز هیدرولیک دیست ترمزای روغنی بچا این ترمزا حرف ندارن خوب خیلی میتونید ازش استفاده بکنید این که میگم حرف ندارن نه این که واسه سایت که حرف نداشته باشن اونا کلا بسش جوش یه ویدیو جداگونه براش گذاشتم که لینکش رو دیسکریپشن براشون میذارم این ترمز هیدرولیکی خوبیش و مزایاش زیاده خوب البته توی رده های پایین معایبشون هم زیاده دقت کرده باشید اگه بتونیم دوستمون توی این ویدیو زوم کنه دوستان دقت کرده باشید هر دو سمت پمپ کاملا متحرکه و مکانیزمش با روغن داره عمل میکنه ترمزهای که حرف ندارن وای به اون روزی که بخوای رده پاینشو بخری روی دوچرخت لگان نسبشه ایکس پارک نصب شه نات نصبشه و خیلی چیزای دیگه حالا خیلیتون برمیگر میگه آقا سم تو که خودت نات وردی توی پیج داری میفروشی آقا تو که میری دوچرخهی جاینتو میخری با ترمز لگان قیمت چل چل خوردیم میلیون داری پول هزینه میکنی خب اون داستان متفاوته من دارم دو شرخه میارم اینجا و فرض مثال راپیدو و قیمت میرن ده میلیون با توموز لوان یا این طرف اگر حتی توموزش هم بذاره زمین یه تومن دو تومن هم هزینه ترمز بکنه باز دو رو به قیمت خریده ولی تو که میری بیسا هفتش میلیون پول دو های بلست و تیرینکس و اینا رو داری می‌دی مثلا آکپندش رو میخری با سری ترمزهای اصلا بینام ای کاش ترمز های مثلا بنام باشه مثل این ترمزی که الان دارید اینجا میبینید هیچ برندی نداره من نمیگم اینو بده اینم کارتون را میندازه ولی به مرور زمان شروع میکنه به نشتی روغن از دور سوپاپا از داخل کتی و هر کاری میکنی نمیره برطرف نمیشه بهترین برندها برای ترمز هیدرولیک دیسک ترمز پرومکس توی نسبتا پایین ردی یا میان رده بد نیست ترمز تکترو حرف نداره ترمز شیمانو حرف نداره ترمز های اسرم حرف ندارن ست تعمیرشون هم کاملا ساده است یعنی شما اگه دیدی ترموزت خالی کرد ویدیوش هم بارها گذاشتن اکثرشون روی کتی ها پیچ دارن پیچ های هواگیری این پیچ ها رو باز میکنی کمی روغن از این قسمت داخلش تزریق میکنی و عمل هواگیریش انجام میدی روز اولش دوباره ترمز نو میشه حالا سیستم لنتاشون توی ترمزهای تکترو ترمزهای نات ترمزهای شیمانو امت دویست و امت دویست اینا رد پایین ها همشون لنت های خاکندزی استفاده میشن برابرن خب یعنی بخوام با ترمز ایکس پارک هم بهتون بگم اونم کاملا برابرن با ترمز دیسک مکانیکی برندم اونم کاملا لنت خاکندازی استفاده میشه قیمت لنتاشون هم الان توی بازار فعلی ما سال 1404 حدودا 378 تومان هست به بالا مکانیزم روغنش هم که کاملا بهتون گفتم دوستان دقت کرده باشید اینجا من الان چند تا کالیپر هایی که قبلا واسه تعمیر اومده بودن اینجا بهتون نشون بدم کالیپر شیمونو خود این کالیپر میدونی چند سال کار کرده که زوارش در رفته اونم بازم کار میکرده و سوپا پیستون از این قسمت افت کرده خب دیگه منم وقت نذاشتم حسن نداشتم واسه تعمیرش و اگر این شاید بهتونم ده سال دیگه هم کار میکنه ترمز نات این ترمز کار میکنن کار میکنن یه جا میزتون زمین دیگه توصیه بتون میکنم دو چرخه‌ای که خریدید مثلا دو چرخه‌ای برند جاینت حالا یه سری از دو چرخه‌ای برند دیگه که نام نبرن بهتره اگه این ترمزا روشه توصیه بتون میکنم همون روز اول ترمزا رو بگید دوست کن نهایتش میخواد یه دونه ام تی 200 شیمونو روش بندازی که قیمت الان حدودا 3 3.5 میلیون پول ترمزش برات میخوره بدترین مدل ترمز توی ترمزای هیدرولیکی است ترمزای زومه یعنی هر این دکمه قرمز رو دور بدین ترمز ترمز زومه خب ترمز ایکس پارک هم فاجعه سمتشون نرید اینا نشتی روغن زیاد دارن وقتی نشتی روغن از سمت پیستون داشته باشن لنت درگیر میشه دیست درگیر میشه یه هزینه خیلی زیادی براتون رقم میخوره کل سیستم های ترمز همین بود که اینجا بهتون گفتم هر سوال دیگه هست توی کامنت ها بگید من در خدمتتون هستم